نامی انجمن بهار و خانم‌ها و آقایانی که برای نخستین بار به جمع ما پیوستن، در این تلیعه پاییزی پنجمین سال کار انجمن بهار خانم دانشپژوهان جوان ایرانی رو آغاز می‌کنیم و ما با آغازی بسیار زیبا و پربار و با حضور هنرمند گرامی آقای صدرالدین زاهد که دعوت انجمن بهار رو پذیرفتند تا درباره تأملی نظری عملی درباره کار خلاقه گروهی در تئاتر با نگاهی به تئاتر دهه 40 و 50 در ایران و تأثیر و تأثیراتش از تئاتر دهه 60 برای ما گفتاری را ارائه دهند. امیدوارم این سرآغازی باشد برای ادامه همکاری ایشان با انجمن بهار و برگزاری یک سلسله گفتارهایی در رابطه با شناخت این هنر، چون چنانکه خواهید دید این رشته سر دراز دارد. اما سخنی کوتاه هم درباره انجمن بهار، که همطور که می‌دونید یک انجمن فرهنگی است که در ژوئیه سال 2009 با همت و ابتکار دانشپژوهان جوان ایرانی در فرانسه به وجود آمده و امروز ما تقریباً پنجمین سال کار انجمن را آغاز می‌کنیم. یک گزارش فقط خیلی کوتاه من خدمتتون میدم از برنامه انجمن در سالی که گذشت. هم که به خودستایی نباشه، ولی خب باید بگم که حقیقتاً سالی پربار بود و ما در راستای تنهای کاری انجمن مانند شناخت تاریخچه سازهای ایرانی، شناخت داستان‌نویسی معاصر، هنر خوشنویسی، پژوهش در موسیقی ایرانی، بزرگداشت چهره‌ها، گرامیداشت جشن‌های ملی مانند یلدا و نوروز، تاریخچه سینما با افتتاح کارگاه سینمایی انجمن بهار، چندین برنامه به شیوه کارگاهی و با یاری دوستان جوان تولید شد، ارائه شد و سال رو با برگزاری کنسرت بزرگ صلح در کلیسای آمریکاییان با شرکت ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی و کار انجمن بهار به پایان رسانیدیم که حقیقتاً همه دوستان انجمن با این برنامه همکاری کردند، که باید گفت که یک نقطه عطف در کارکرد انجمن بود. باز میخوام که من نام همه دوستان رو در اینجا یادآور نمیشم برای که سخن به درازا خواهد برد، ولی لازم میدونم از هر فرد دوستان انجمن تشکر بکنم به خاطر اینکه سالی پربار رو ارائه دادن و امیدوارم که این همکاری ادامه پیدا کنه. چون همه دوستانی که به این گرد همایی آمدند اطمینان دارم منتظر شنیدن سخنان استاد زاهد هستند، بنده سخن رو درباره انجمن کوتاه میکنم و چون همونطور که میدونید همه برنامه های ما روی سایت انجمن هست، تمام آگاهی ها در رابطه با مرامنامه، شیوه عضویت، شیوه همکاری با این انجمن روی سایت ما هست، دیگه من زیاد راجع به این موضوع صحبت می کنم، کسانی که دوست دارن میتونن به این سایت ما مراجعه کنن. و در اینجا اجازه می دهم که در معرفی این چهره برجسته هنر تئاتر پیش سخنی برای کسانی که شاید کمتر با کارهای ایشان آشنایی دارند در اینجا بیان کنم. بی‌تردید سخن گفتن از صدرالدین زاهد نیاز به پژوهشی گسترده دارد و شرط خرد آن است که برای معرفی استاد زاهد از هر یک از زمینه‌های کاری ایشان مانند بازیگری، کارگردانی، برگردانی متن‌های نمایشی از زبان‌های بیگانه، تعلیف و نویسندگی و همچنین پژوهشگری و تدریس به طور جداگانه سخن گفت و به بررسی و نقد نشست. کاری که در این فرصت کوتاه تقریبا غیر ممکن است.
و من تنها به بیان زندگی نامه کوتاهی که از ایشان در دست دارم میپردازم و یقین دارم که این زندگی نامه گویای پاره ای از کارهای ایشان بوده و به هیچ عنوان در برگیرنده همه آفرینش های او در زمینه تئاتر نیست. صدرالدین زاهد زاده ایران است. کار حرفه‌ای تئاتر را از کارگاه نمایش و همزمان با تحصیلاتش در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کرد. در این مرکز تئاتری در نمایش‌های متعددی به صحنه رفت، از آن جمله در نقش پرومته، در نمایش پرومته در زنجیر اثر اشیل، در نقش برسیسا در نمایش برسیسای عابد، در نمایش صندلی به نوشته و کارگردانی عباس نردندیان و نمایش حلاج به کارگردانی خجسته کیا و بسیاری آثار دیگر. او حضور خود را در صحنه تئاتر به عنوان بازیگر با شرکت در جشن هنر شیراز دنبال می‌کند. به سال 1971 در نمایش اورگاست به کارگردانی پیتر بروک، نمایش نامه‌نویس، کارگردان و مؤلف بزرگ انگلیسی شرکت می‌کند و در مقبره اردشیر برای اجرای بخش نخست این نمایش نامه و در نقش رستم برای بخش دوم آن به صحنه می‌رود. نمایش نامه اورگاست که متن آن کاری مشترک از تد بروک و پیتر بروک است، در تاریخ نمایشنامه نویسی جایگاه خاص دارد و بسیاری از صاحب نظران مانند گی دومور در مقدمه کتاب فضای خالی پیتر بروک آن را یکی از شگفت‌ترین کارهای تاریخ تئاتر دنیا به شمار آورده است. به همین دلیل و شاید برخورد با بروک برای زاهد امری سرنوشت ساز می شود. او و جمعی از بازیگران ایرانی اورگاست گروهی تئاتری تحقیقاتی را پایه‌گذاری می‌کنند به نام گروه بازیگران شهر که بخش عمده‌ای از نمایش‌های این گروه را آربی اوگانسیان و بیژن مفید کارگردانی می‌کنند که از آن جمله اند: یک قطعه برای گفتن اثر پیتر هانکه، طلبکارها اثر استرینبرگ، باغ آلبالو از چخوف، ناگهان آفریده عباس نروندیان، کلیگولا از کمو، انسان، حیوان و تقوا اثر پیراندلو، جان نثار از بیژن مفید، ترس و نکبت رایش سوم اثر برشت و روزهای خوش اثر بکت، سهراب از بسنجاوت کار بیژن مفید و بسیاری دیگر. این گروه در سالهای 71 تا 78 با شرکت در جشنواره‌های جهانی در صحنه بین‌المللی حضوری عمده پیدا می‌کنند، مانند جشنواره نانسی سال 73، بروتسلاو 75، اجراهای کلیگولا در تئاتر کوالالامپور و شهرهای لهستان، جشنواره ساوپولو 76، اجرا در تئاتر سیسیلیا بکر در ریو دو ژانیرو، جشنواره تئاتر ملت‌ها سال 78 در کاراکاس و تئاتر لاماما در نیویورک. صدرالدین زاهد پس از دستیابی به این تجربیات گران‌قدر بین‌المللی در همین ایام نیز حضوری چند باره در جشن هنر شیراز پیدا می‌کند با گروه اندی دگروت، بازیگر و طراح رقص در برنامه‌ای به نام تناب رقص و برگردانمان در جشنواره شیراز می‌رقصد. گروه بازیگران شهر در سال 76 از هم می‌پاشد. او به همراه سوسن تسلیمی، فردوس کاویانی و آربی اوگانسیان تئاتر چهارسو را که مرکز فرهنگی پیشرو تهران است بنا می‌نهد. در همین تئاتر است که او علاوه بر بازیگری در نمایشنامه‌هایی همچون سواری درآمد، خلوت خفتگان، خواهر من باقی است با حصار، زنده به گور و برگردان نمایش‌های متعدد مانند خلوت خفتگان،
پیرمرد مسحک، کریستی عاشق شده، شهردار، خواهر من اولین کارهای کارگردانی خویش را تجربه می کند. تئاترهایی با کارگردانی او به صحنه می روند، مانند آهنگهای درخواستی، فرانس کسافر پروتس، زنده به گور صادق هدایت و اژدهای یوهانی شوارتز به سال 79. بعد از انقلاب و به سال 1980 صدرالدین زاهد به فرانسه مهاجرت می کند. در فرانسه به دانشگاه سوربن می رود و موفق به دریافت فوق لیسانس در رشته تئاتر می شود. در همین سالها گریزی به روم دارد و در سال 81 در تئاتر فراستلره با نمایش برسیسا و اسطوره بزرگ به زبان ایتالیایی در روم به صحنه می رود. سپس به سال 83 در تئاتر شهر پاریس نمایش مارگریت و استاد را به کارگردانی آندره شرمان بازی می کند. به سال 86 با کارگردانی سه نمایش کوتاه از مارک کلمار، هلن کونتی و استاماتیس گارگلنوس به صحنه تئاتر اوور ژاردن دیور راه می‌یابد. در همان سال برای مرکز تجربیاتی تئاتری روم نمایش داستان‌های کوتاه ایرانی را کارگردانی و بازی می‌نماید. سپس به سال 90 انجمن فرانسوی ایرانی تئاتر دنوئه را بنیان می‌نهد و نمایش‌های این حیوان شگفت‌انگیز از چخوف در تئاتر سیته یونیورسیته برنده جایزه فرانکوفونی، سه قطره خون از صادق هدایت، سایه از یوهانی شوارتز در تئاتر رونالدی، ترس و نکبت رایش سوم منتخب نهایی جشنواره آرلکن در تئاتر رونالدی، لوناتیک از صادق هدایت در تئاتر آفریمه و بالاخره انفجار بزرگ گلشیری را کارگردانی می‌کند. و همچنین در نمایش‌های تعزیه آنتیگون زهره و منوچه فعالانه بازی و شرکت می‌کند. به سال 2003 به دعوت جورج لاوی با نمایش هومبادی کابل در صحنه کمدی فرانسز تئاتر بیو کولومبیه بازی می‌کند و می‌بینید که سخن درباره آقای زاهد بسیار است. هنوز می شود ساعتها درباره پیشینه کاری ایشان در تئاتر صحبت کرد. ولی باید اضافه کنم سوای آنچه در مورد بازیگری و کارگردانی تئاتر به بیان آمد، باید گفت که صدرالدین زاهد تجربیات بسیاری نیز در سینما و تلویزیون دارد و آثار نویسندگانی همچون تنسی ویلیامز، پیتر گیل، هاوارد برنتون، تادوش روژویچ، یوهانی شوارتز، گرت هافمن، گابریل آروت، داریوفو را به پارسی برگردانده است. مقالات بسیاری نیز پیرامون تئاتر نوشته و هم‌اکنون نیز در حال گذراندن دوره دکترای تئاتر در دانشگاه سوربن هستند. همونطور که گفتم سخن می‌شود ساعت‌ها درباره ایشون صحبت کرد و تصور می‌کنم که حالا از جنبه نظری و معرفی بپردازیم به گفتار ایشون. خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم که این رابطه ما یه رابطه همچین دورا دوره، رابطه راحتی نیست. شاید بهتر بود که من نزدیکتر میومدم. چه جلو بگه اطلاع؟ چه جلو بگه؟ میخوای کمک کنم؟ عرض کنم خدمتتون که مایک دارم یکی از بدیهای سیاست زندگی کردن این است که آدم همونطوری که ملاحظه کردیم زندگی نامش ممکنه اعمالش طولانی میشه. الان برای اینکه این نامه اعمال طولانی میشه یه بدیه دیگه هم داره و اون بدیه دوم این است که
آدم پر حرف میشه. برای که به هر حال پر حرف میشه. یا چیزهای زیادی داره بگه که اون چیزهای زیاد معلوم نیست به درد بخور باشم نباشه. اونا دیگه امری صلاح هستی. ولی امیدوارم که من سر شما رو درد نیارم. من چقدر وقت دارم؟ تا ابدیت. تا ابدیت. تو ساعت من دیگه کار نمی‌کنم. 10 دقیقه بشه 5 ساله. 10 دقیقه بشه 6 دقیقه بعد پرواز سالو تاسه. پس یه ساعتی به من بدین که من نه من هستم مواظبتونیم. شما بفرمایید. این ساعت از کار لازم هر وقت هر بزنم ساعت از کار میاد. هر وقت خسته شده بگی آنترک کوچیکم بزنیم که بله حتما. عرض کنم خدمتتون که برای اینکه یه شمه کوتاهی بدم از اون چی که گفته خواهد شد، البته لطف کردم خانم شاهین سرراش گفتن راجع به این قضیه، ولی من میخوام یه به اصطلاح پروگرام یا یه برنامه رو مشخص بکنم، اینطوری شاید راحت‌تر جلو بریم. یک، من دلم میخواد که درباره کار گروهی بگم که اصلا کار گروهی در تئاتر چجوری هست و چطوری من اسمشو میذارم کار گروهی خلاقه در تئاتر و چطوری بازیگران به کمک کارگردان و به کمک کسانی که روی یه پلاتوی کارگردانی هستن اینا با همدیگه شروع میکنن به کار کردن و خلق کردن تئاتر. البته نوعای مختلفی از تئاتر هست، ولی من بیشتر این تئاتر رو زندگی کردم با و این تئاتر رو دوست دارم، در نتیجه از این تئاتر صحبت خواهم کرد. قسمت بعدی کار از من خواسته شد، حالا توضیح هم میدم، که همراه باشه با کار عملی. به همین مناسبت من یک مقدار بامبو بردم از یکی از دوستان هم استاد بزرگوار، خواهش کردم که کمکشون رو بیارن اگر که دوستان بخوان برای امکانی فراهم بشه. به هر حال کار عملی هم خواهیم کرد که تا حدودی نشون بدیم که واقعا این حرفی که میزنیم چقدر معنا داره، چقدر میتونه عمل بشه میشه. و در قسمت بعد، بعد از آنتراکت، بعد از اون قسمت عملی، من میپردازم به این که یه توضیح کوچولویی بدم، برای که امکان نداشت که من بتونم راجع به همه موضوعات صحبت بکنم. از اون چی که در دهه 60 اتفاق افتاد توی دنیا، یه پانوراهای کلی از اون دهه روشن می‌کنم، اونطور که من دیدم و اونطوری که من دلم می‌خواد نشون بدم، برای که هر کسی به هر حال اون وقایع رو، اون چیزها رو با توجه به حرفاش یه جوری به خصوصی می‌بینه و چطوری اون وقایع توی اتفاقی که به خصوص دهه 40 از 1340 تا مقطع شورش انقلاب اتفاق افتاد، چطوری این دو دهه، دهه 40 و 50 کاملا تحت تأثیر اتفاقات دهه 60 غرب، چطوری این قسمت‌های مثبت انقلاب دهه 60 وارد ایران شد و چطوری اونجا به عمل رفت. و بعد هم بالاخره میرسیم به خود سوژه اصلی یا در واقع آخرین قسمت چیز اگر فرصتی باشه، که راجع به اون دهه، راجع به سه مورد به خصوصش صحبت خواهم کرد، برای اینکه واقعا امکان این که تمام تئاتر دهه 40 و 50 رو تجزیه و تحلیل کرد اینجا وجود نداره و این خودش ساعت‌ها و کتاب‌ها راجع بهش نوشتن و صحبت کردن که برحال من شمه ای از اون رو سعی کردم که خلاصه بکنم، بنویسم که بتونم سریع‌تر پیش برم و این رو خدمتتون عرض خواهم کرد. راستش را بخواهید با خودم کشتی می‌گرفتم که بگویم چگونه گروهی تئاتری پدید می‌آید، چگونه سامان می‌یابد و با چه تمرین‌هایی
هماهنگی گروهی شکل می‌گیرد. بدون آنکه این هماهنگی جمعی و گروهی شخصیت فردی افراد گروه را مزمحل، بیرنگ یا کمرنگ کند. یه خواهشی داشتم و اون این است که چون خلاصه نگاری شده، اگر چیزی روشن نیست واقعا با یه اشاره دست من میتونم توضیح بدم و اون رو باز بکنم. چگونه خلاقیت‌های فردی تک تک افراد گروه پرورش یافته و امکان بروز می‌یابند، بی آنکه این امکان محملی باشد برای خودنمایی و خودستایی، بلکه فرصتی شود برای دیگری را مکمل شدن، دیگری را یاد دادن و بار نمایش را به همراهی دیگر یاران صحنه‌ای به سرانجام مقصود رساندن. دلم می‌خواست از بدن بازیگر بگویم و پرورش بدنی او و شناختی که او باید از بدن خیش و کاربردش داشته باشد. از تفاوت آنچه که ما در تئاتر با آن میگوییم نرمش بدنی، که در اصطلاح عام آن را ورزش یا اندام سازی گویند. و باید همینجا اضافه کنم که این دریافت عام ورزش کوچکترین ارتباطی با نرمش های بدنی تئاتر ندارد، زیرا در تئاتر نه رتبه و مسابقه‌ای در کار است و نه پرورش اندام. نرمش های تئاتری که در شروع هر جلسه تمرین های نمایشی انجام می شود اولین تمرین های ارتباطی گروه هست و به دو کار دارد. اگر که تصاویری باشه از چیز من جلدتون رو نگرفتم که تصاویر رو ببینید، یه مقدار از کارهایی رو که ما در گروه انجام داریم لطف کردن و ایشون اینا رو پخش کردن. کارهای گروهی هست. عرض کردم خدمتتون که این کار گروهی به دو کار آید، دو به اصطلاح هدف داره. یک، انفصال از هر آنچه زندگی روزمره و گرفتاری‌های هر روزه آدمیان است، و دوم، برای نرمش و شناخت ارتباطی بین اعضای بدن و کاربرد آنها، که این کاربرد در بدن اکثر آدمیان به سبب زندگی مدرن، لبخند آمریکایی و یا صورت خیش را با سیلی سرخ نگه داشتن و یا به سبب قاعده و قوانین عرفی و مدنی جامعه به هم پیچیده و قفل و در هم تنیده است. این نرمش های بدنی برای شناسایی پیچ و مهرهای ارتباطی بدن است و آنها را در هماهنگی به کار انداختن. دلم می‌خواست بگوید که چقدر ضروری است که میان کلام، صوت و آهنگ که ادا شده توسط بازیگر بر صحنه باید تجانسی باشد با حرکات بدنی او، با حرکت دست‌هایش، با نحوه نگاهش، با چرخش بدنش، با جست و خیزی که می‌کند، نه اینکه کلام او چیزی بگوید و دست و پا و نگاه و حرکات بدنی او چیزی دیگر. دلم میخواست از تربیت شنوایی بازیگر بگویم و بگویم تفاوتی است میان گوش دادن و شنیدن، همان گونه که تفاوتی است میان نظر انداختن به چیزی یا کسی و کسی یا چیزی را دیدن. دلم میخواست بگویم که بازیگر به چه ترتیب و چگونه به تمرکز ذهنی میرسد و چگونه از این پراکندگی ذهنی خیش پرهیز میکند و چگونه بر طیف‌های احساسیش فائق میشود و چگونه احساسات و عواطف خیش را در عنان اختیار خیش میگیرد. گریه و خنده و خشم و غضب او همه واقعی است و او قادر است به آنی
کلید همه این احساسات و عواطف واقعی را همانند چراغ برقی که ما کلیدش را میزنیم و لامپ به رأی العین خاموش میشود، در کف با کفایت خیش بگیرد. دلم میخواست بگویم چگونه بازیگر باید در جلد دیگری فرو رود بیان که خیشتن خیش را از یاد برد و در این نوسان رفت و برگشت در خود و در دیگری که شخصیت نمایش باشد، ضمن ارتباط و هماهنگی با دیگر همکاران صحنه‌اش، در عین حال باید نبض تماشاگرانش را نیز در دست داشته باشد و فقط در این معنا و حالت است که پیام و معنای نمایش از صافی وجود او تراوش می کند و با هنگامی با دیگر همکاران گروهیش در لحظه مناسب این معنا به سمت تماشاچیان هدایت می شود. دلم خواست بگویم چگونه باید بر متنی نمایشی کار کرد، چگونه باید صدای نمایش را به گوش دل تماشاچیان نشاند. بگویم که آری، در ابتدا کلام بود و کلمات، واژه ها بودند و حروف صدادار و بی صدا که من بازیگر را و نه بازیگوش را به بازی می خواندند. تا اینکه بالاخره یه شب به اونجایی رسیدیم که بهش میگن بزرگ دریای سبز. تمام شب رو داد می زدم به تمام مقدسات بد و بیراه گفتم، مامانم و صدا میزدم. و بگویم که این کلام بروک را آویزه گوش کنید که میگوید وقتی میشنوم کارگردانی با شدت و عدت میگوید در خدمت نمایش نامه نویس است که نمایش نامه باید خود حرف خود را بزند، سوء ظنم برانگیخته می شود، زیرا این کار دشوارترین کار است. اگر بگذاریم نمایش نامه خود حرف خود را بزند، ممکن است حتی دم بر نیاورد. اما اگر بخواهیم این نمایش آوای نمایش را به گوش دیگران برسانیم، در آن صورت باید بدانیم آن را چطور به خواندن واداریم. این کار محتاج یک سلسله اعمال یا تمرین‌هایی است مشخص و نتیجه آن هم ممکن است کاری بسیار بسیار ساده باشد. بروک اضافه میکنه که میگه که برای به صحنه بردن شکسپیر به ما میگویند کافی است آن چرا که اون نوشته بازی کنیم. اما او چه نوشته است؟ علامتهایی روی کاغذ. کلام شکسپیر کتابت کلماتی است که ما آن را باید بازگوییم. این کلمات از اصوات مختلف تشکیل شده و از دهان آدمها بیرون میآید، ولی در آن تنین و زنگ صدا، مکس ها و فاصله ها، ضرب یا ریتم، حرکات بدن یا ژست، مستدر و جزء لایتجزای کلمات می باشد. اگر اینها را واگذاریم چه باقی می ماند؟ دلم می خواست بگویم چگونه باید با طیف رنگارنگ صدایی از یک نواختی گفتار پرهیز کرد، چگونه باید میان دم و بازدم جمله و بندی را جا انداخت، چگونه باید میان معنای دو جمله را جستجو کرد و برجسته نمود، و چگونه باید همه اینها را در قالبی ریخت که نفس نمایش، سپکتاکل، اترکسیون، انترتینمنت را از یاد نبود و ضمن اجتناب در ورطه ابتذال افتادن بیاد داشت که تئاتر، ادبیات، غرغره ادبی، کلاس دانشگاه و محل فلسفه بافی نیست.
که تماشاچی را نباید خسته و دوچار ملال کرد. لانوی به قول بروکس سلو دیاب یا لو دیاب سلانوی که به قول آن کارگردان مشهور، پرآوازه مشهور، این فاحشه تئاتر آنقدر که ما به اون میپردازیم به ما لذت نمیدهد. و باز هم باید اضافه کنم و بگویم و روشن کنم که کار گروهی ما دنبال چه نوع لذت دادن است، چون واضحه که لذت داریم و لذت در این اوضاع و احوال و کند و کاش بودم و با صفحه سفیدی که در جلو هم قرار داشت کلنجار می رفتم و سعی در پاسخگویی به سوالاتی داشتم که به نظرم می آمد روشنگر کار خلاقی گروهی در تئاتر است، که دوست فاضلی به من پیشنهاد نمودند که چه نیک است که در این جلسه تجربه نمایشی را به داه سرایی نمایی و قطعه نمایشی نیز با دوستان حاضر در جلسه اجرا. استدلالشان هم این بود که نشان دهم که تئاتر پدیده ایست که در وجود همه ما زندگی می کند و باید از قوه به فعل برد. راست حسینی دروغ چرا؟ پیشنهاد این دوست فاضل مرا برآشفت. دلایلش را خواهم گفت. اما درنگ و تردیدی هم پیش آمد، چون من عمیقاً معتقدم که فقط خشک مقدس ها و باور کنندگان به ایدئولوژی های چپ و راست هستند که به یک حقیقت لایتغیر میرسند. و این حرف بروک در کتاب نقطه تعلیق همیشه آویزه گوش هست. میبخشید من فقط فرانسهشو میگم، امیدوارم که قابل فهم برای همه باشه. حرف بروک اینه: «Je n'ai jamais cru en une vérité unique, qu'il s'agisse de la mienne ou celle des autres. Je crois que toutes les écoles, toutes les théories peuvent être utiles en un certain lieu, en un temps donné. Mais je crois qu'on ne peut vivre qu'en s'identifiant passionnément et absolument à un point de vue. Toutefois, le temps passe. À mesure que nous changeons, que le monde change, les objectifs varient et le point de vue se déplace. Si je considère les essais que j'ai écrits, les idées émises en même endroit, une chose me frappe, une certaine continuité. Pour qu'un point de vue soit d'une quelconque utilité, il faut s'y consacrer totalement. Il faut le défendre jusqu'à la mort. Pourtant, en même temps, une petite voix intérieure murmure. Hold on tightly. Let go lightly. S'accrocher fermement, laisser aller à la légère. که اصاره آن شاید همان چیزی باشد که به نوعی دیگر، اما نه به ظرافت پیتر بروک، جیمز راسل لوول میگوید: فقط مردگان و ابلهانند که تغییر عقیده نمیدهند. این چنین بود که به جای دفع پیشنهاد دوست فاضلم سعی در ارتباط با اون نمودم، ارتباطی در حوزه تئاتر که از برای وصل کردن آمده است. اما چرا از پیشنهاد او این دوست عزیز برآشفتم؟ علتش آن بود که از تصور عام از تئاتر وحشت دارم. در نگاه همگان تئاتر مفهوم بازیگری را دارد که همانند عروسکی کوکی به این طرف و آن طرف شلنگ و تخته می اندازد
و همانند ضبط صوتی متن خیش را از بر بگوید. در مفهوم عام کلمه و شلمات و گفتگو و نقل ماجرا و داستان در تئاتر حرف اول را می‌زند. اگر این چنین نبود چطور ممکن است به تئاتر نوشته های سارتر، کمو، مریگو، مولیر گفته شود تئاتر سارت، تئاتر کمو، تئاتر مریگو، تئاتر مولیر؟ اینا هیچ کدامشان تئاتر نیستند. اینا نمایشنامه هایی هستند که در شکل کتابت شدهشان متعلق به بخشی از ادبیات دراماتیک می باشند. ولی چرا رسم شده است که به آنها تئاتر مولیه، تئاتر مریگو می گویند؟ برای اینکه در تصور آن کلمه و کلام و گفتگو جزء لایت اجزای تئاتر است و تصور تئاتر بدون این عوامل غیر قابل پذیرش است. آرتو می گوید چگونه است که در تئاتر، حداقل در نوع تئاتری که ما در اروپا با آن آشنا هستیم یا به طور وسیع‌تر در تئاتر دنیای غرب، آنچه که به طور مشخص، به طور اخص تئاتری است، یعنی آنچه که از فن بیان و شیوه نگارشی کلام و کلمات پیروی نمی کند، یا به زبان دیگر آنچه که در گفتگوهای نمایشی منظور و گنجانده نشده است، کم اهمیت جلوه داده شده و مد نظر نیست. چگونه است که تئاتر دنیای غرب به جز تئاتر گفتگو تئاتر دیگری را نمی شناسد؟ صحنه مکانی ملموس و عینی است که باید آن را پر نمود و زبان عینی و ملموس آن را جستجو کرد. این زبان عینی که از کلام و کلمه جداست و با احساس ما سر و کار دارد، باید قبل از هر چیز به رضایت حواس پنجگانه ما بپردازد. همانطوری که شعر زبانی و کلامی وجود دارد، شعر حسی و احساسی هم وجود دارد. بله، این دوست فاضل ما راست میگوید که تئاتر پدیده ایست که در وجود همه ما زندگی می کند و باید از قوه به فعل برآید. آره، این حرف بسیار بسیار درست است، اما این از قوه به فعل در آمدن گاو نر می خواهد و مرد کهن. نه اینکه بگویم غیر ممکن است، اما باور کنید در این انبوه سالهایی که کار تئاتر می کنم، یک چیز همیشه پیش از همه چیز، هر چیز مرا آزرده است و آن سرسری گرفتن کار تئاتر است. شما یک نی یا هر آلت موسیقی را به دست یک نفر بدهید و از او بخواهید مقامی را برای شما بنوازد. اگر او آلت موسیقی را نشناسد و دستگاه و مقام را نداند، به احتمال قرین به یقین شما را مایوس کند و این بسا که حتی نتواند صدای ادلهی در آورد. به او بومی و رنگی دهید، جز عجب وجبی رنگالود چیزی دریافت نخواهید کرد. به او قلم و دوات دهید، جز خرچنگ قورباغه نامفهوم آید شما نخواهد شد. اما چگونه است که تئاتر و بازیگری به ادای متنی و روایت داستانی در حضور تماشاچیان نزول پیدا کرده است و تمیز ثواب از ناثواب در آن غیر ممکن می نماید؟ چرا تئاتر که روز و روزگاری مجموعه ای از هنرهای گوناگون، از رقص و موسیقی و شعر و کلام بود، در حد تئاتر کلامی نزول پیدا کرده است؟ تفاوت تئاتر با سایر هنرها در چیست؟ نویسندگان اغلب در تنهایی خیش و با استناعت به تخیل خود می نویسند. کتاب و نوشته ایشان فارغ از چاپ و انتشار موجودیت دارد.
هنرمند نقاش و مجسم ساز و خطاط با قوه تصور و تخیل پیش در خلوت کارگاهیش به تبیین شکل و شمایلی اقدام می کند و فارغ از عرضه آن در مکانی یا نمایشگاهی اثر هنری او چه در محرز دید قرار گیرد یا نگیرد برای خودش موجودیت دارد. هنرمند فیلمساز سناریوی خود یا دیگری را هرچند که در ساختن آن از متخصصین فنی بسیاری در همه زمینه ها بهره برده باشد، باز هم در نهایت از دیدگاه دستگاه دوربین فیلم برداری که زاویه دید کارگردان جهت آن را مشخص کرده است و با تدوین یا مونتاژ این زاویه دید یا نگاه است که شکل می‌دهد و اثر هنری که بر نوار سلولوئید یا نوار مغناطیسی یا دیسک نوری ضبط شده است بی آنکه به اکران درآید و در معرض قضاوت قرار گیرد اثری هنری است. موسیقیدان و آهنگسازان با تدوین قطعی موسیقی و ضبط آن اثری هنری خلق کردند بی آنکه این قطعه شنیده یا اجرا شود. در این میان تنها تئاتر است که جدا از اینکه هنری دست جمعی است و که موجودیتش حاصل کار خلاقانه گروهی است، بی حضور تماشاگر موجودیت ندارد و زنده نیست. زندگی و موجودیت هر باره او چه در شبهای اجرا باشد یا در هر وقت دیگری در نهایت مجنون بازیگرانی است که با خلاقیت و سرزندگی و حضور فعال و خلاق خود شکل نهایی او را در مقابل تماشاگران زنده می کنند و به کالبد بیروح او جان می دهند. تماشاگرانی که حضوری انعطاف پذیر دارند و با حضور آنان است که تئاتر شکل و شمایل نهایی خیش را باز می آورد. این رابطه حضوری و مکمل هنر تئاتر را از همه هنرها متمایز می‌کند. اساره روح و روان بازیگران بر صحنه نمایش است که بر روح و روان تماشاگران شاهد می‌نشیند و بر آن تأثیر می‌گذارد. این تأثیر و تأثیر می‌تواند تماشاگر را از خود بیخود کند، راه گشای او به دنیای دیگری باشد که هر چند ریشه در ارتباطات روزمره و زمینی دارد اما اوجی آسمانی و تلطیف شده در آن نهان است. در این صحبتی که با شما دارم سعی خواهم کرد از این ارتباط اولیه گروهی بازیگران در مرحله نخست و چگونگی شکلگیری آن در تمرین‌های مقدماتی تئاتر بگویم و در مرحله بعدی از تأثیر این هنر خلاقه گروهی و ارتباط آن با جمعیت تماشاگر خواهم گفت. با نگاهی به هر آنچه در این زمینه در دهه 40 و 50 شمسی در این آن گذشت و این رو اضافه کنم که در پایان این قسمت قبل از اینکه به کار عملی بپردازیم که تئاتر هنری زنده و میراست، هر دوی اینا رو با هم داره، شباهت زیادی به همه موجودات زنده دارد که پدید می آیند و می میرند. موجود زنده در چشم دیگری است که موجودیت می آورد و زنده بودن خیش را احساس می کند. تئاتر نیز چنین است. تئاتر موجودیت ندارد مگر آنکه کسی به دیدارش بشتابد. خب این تعریف من بود، امیدوارم که این تعریف جامعی نیست، تعریف های متفاوتی میشد تا اون چی که من مد نظرم بود
این است که یه تعریفی از کار گروهی خلاقه در تئاتر بکنم، بعد برسم به خود تعریف تئاتر و تفاوتش رو با سایر هنرها تا اونجایی که امکان داشت براتون مشخص کنم. همونطوری که گفتم خواسته شد که ما مقداری این جلسه رو با یه مقدار کار هماهنگی، کار عملی در واقع که بشه یه سخنرانی نظری عملی همراه باشه. اگر که کسانی مایل هستن که ما این کار عملی رو به سرانجامی برسونیم، گرچه جامونم محدوده ولی به هر حال میتونیم این مقداری کار این وسط انجام بدیم. هیچ تجربه نداشته باشم اجازه من هیچ تجربه ندارم این سوال رو بفهمید وسط بهتون میگم. زر رو شما گوش میکنید، این توضیح رو بدم. این کاری که الان ما داریم میکنیم واقعا فقط برای نشون دادن ساعتی کار میشه، بابا پنج چهار پنج ماه کار میبره، تا اینکه که مثلا دورهای طولانی هست که ما هر یک شنبه به مدت دو سال سه سال این کار رو انجام میده. به هر حال کار نیکو کردن رو پر کردن خلاصه کنم. حالا من سعی میکنم خیلی ساده بکنم، واقعا هیچ چی رو آماده نکردم، فکر نکنید چیزی آماده شده از قبل تو ذهنم آماده نیست. منم خودم رو باز نگه میدارم که با بچه ها همونطوری که میبینمشون حرکت بکنم و یه مسیر رو با هم بریم، ببینیم که آیا میتونیم یه چیزی رو روشن بکنیم برای بقیه که نشستند یا نه. اولین چیز این است که من از شما خواهش میکنم توی فضایی که داریم فرض کنیم مثلا صحنمون اینه دیگه، تماشاچیان حالا شما فقط توی این فضا را بریم بدون این که مزاحم هم دیگر بدون این که راه رو به کسی بدن، یعنی اینقدر شما شروع میکنید راحت راه رفتن که هم راه رفتن شما یه امر طبیعی میشه و هم این که موی دماغه کسی میشه علا تو آره در هر جور که دلش بود شما خود خب، من اگر از شما بخوام که این تفجار زرد بیاریم صدای نفشتون رو نشدن شلا به تازه هم شدن چون من اون آن کردیم چی شده؟ حالا از بقیه خواهش میکنم نگاه دقیق بکنم با ما شروع بکنیم، شروع بکنیم به راه رفتن هر طور که دلتون بخواد. فقط تنها پرسیم تنها دستور العمل این است که ما راه رو به کسی نبردیم، راه کسی رو تغییر ندیم. خب در درجه اول می‌بینید که اتفاق ساده یه افتر گاهگاهی نشون بلوی یه نفر را رو می‌بندیم به یه نفر. دوم این که من از شما خواستم فقط راه بریم و نه اکسپرسیونی، فیگوری، حالتی رو القا بکنیم، یعنی بدن شما فقط بدنی باشه که افتاده باشه و فقط راه، هیچ عمل دیگه ای درش اتفاق نمیاد، هیچ نوع احساس دیگه ای درش ببینید ریتم
دیگران چی هست و چطوری شما میتونین یه هماهنگی گروهی به وجود بیارین که شروع بکنین با همدیگه راه رفتن. من تنها نیستم که راه میرم، ولی با دیگران دارم راه میرم و تو این راه رفتن سعی میکنم که یک هماهنگی گروهی، یک ریتم هماهنگ به وجود بیارم. نه، میخواهم ولی اینطوری میشه. اشاره ای که کردن خیلی درست دارم، یعنی شما هماهنگی داریم با دیگران در هم لحظه دو یا سه نفر رو میبینید و سعی میکنید که ریتم بقیه رو، حالا همین ریتم رو ما سعی میکنیم که سرعتش رو زیاد بکنیم و کم بکنیم، اکسلراسیون به وجود بیاریم و غلامتی بشه. میشه این که شروع میکنم با همدیگه راه رفتن و سریع میشه و آروم میشه، ولی هیچ کس نیت خودش رو به دیگری تحمیل نمی کنه. یه گروهه که تصمیم میگیره. من مجبورم که سریعتر برم. این واقعا این کاری که داریم میکنیم در جلسات متمادی انجام میشه، میدونم که ولی مجبورم اینجا سریعتر انجام بدم. الان دقت کنید، اگر صحنه این محبتی باشه، این صحنه باید یه تعادل صحنه ای داشته باشه، یعنی گروه باید طوری از صحنه استفاده بکنه که هیچ موقع این تعادل یک طرفه نشه، یا همه تون نریزین این طرف اون طرف صحنه خالی باشه. یک هماهنگی است و فراموش نکنین، حالا خواهم گفت در سخنرانی هم در حرفایی که دارم، که این هماهنگی خیلی مهمه، همونقدر که عکسش هم میتونه مهم باشه. یعنی در واقع نقطه کور روی صحنه ایجاد نکنه، نقطه خالی ایجاد نکنه. خب حالا با توجه به تمام اون کرسیم، با توجه به تمام اون دستورات یا چیزها، کرسیه ها، کرسینه ها، نمیدونم چه گاهی کلمه فارسیش رو از ذهنم میپره خاطر اینکه اینا رو یک بعد به فرانسه گفتم میبخشم. با تمام اخوندم رجوع من یک دو دقیقه شما رو آروم میذارم، همه رو با هم رایت بکنم، یعنی بدن شما کاملا افتاده است، من بریتری را میرم، جلوی کسی رو نمیگیرم، هیچ نوع اکسپرسیونی ندارم، ریت رو اکسلقه میکنم، تلاتی میکنم با هم دیگه و سعی هم میکنم که نقطه خالی زیکی لیبرش نداشته باشم. Thank you.
قبلی باید رعایت بشه، یعنی شما راه رفتن تو باید یه امر طبیعی باشه، هماهنگی گروهی تو باید حفظ بشه، صحنه جای خالی نداشته باشه، به محض اینکه ما می‌بینیم یه جای صحنه خالی به تمام نقطه خالی می‌ریم، ما تو شیرازی نمیدونم بلدین یا نه، یه رقص هست که یک لحظه مکس داره روی مثلا ضربه چهار، مثلا ما یه مکس میکنیم و رو ستایی دیگه را یه اون یک لحظه همه مکس میکنم و هم دیگه باید نواتبه رو بیه ستایی بقیهش رو بریم؟ اول شما میتونی اکسانتویه رو کنی؟ اگر کنم چهار استوب برداره الان شما دارید تحویل می‌کنید. قرار که روز کار خوبیه.
من خواهش می‌کنم که ریتم بیرونی رو یه نفر دیگه میده. یعنی شما مجبورین روی ریتمی که میشنویم تبادل ارتباطی داشته باشیم. دو نفری با هم بیه بود. دو نفر اول باید یک کنار باشن. دو نفری که یافتر هم مثلا شما و سعی بکنید واقعا این رو شما با من ببینید این راحت رو در این حال که من ترک میکنم شما تصمیم همون باست نه شما تصمیم میگیرید نه من تصمیم میگیرید. بدونید این درست انداختن خیلی مهمه، اوکی؟ و
الی آخر این تمرین ها واقعا این تمرین های خیلی ساده یه میبینین یه چیزای ارتباطی هست که ما سعی میکنیم که قوت و قدرت گروهی رو این کار جمعی رو با همین تمرین های ساده این صد هزار تا از این تمرین ها ما میتونیم انجام بدیم. نمونه دیگرش رو الان انجام بدیم. همه لطفا یه دایره بزنن میبرشید ما سریعی بینیم مجبوریم یه خود بزرگتر بیکس بکنی دایره یه نفر یه ریت میده و این ریت رو ما از دست راست به چپ توی دایره میچرد یه ریت رو بده مثلا یه ریت میده من درجه میدم اول این ریت رو بگردونیم واقعا انتقال بین دو تا ریت مشخص باشه که همه این انتقال رو رعایت بکنن و سوم این که ما بتونیم این همون کاری رو که با راه 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 رفتن میکردیم یعنی اکسلراسیون و قناتیک رو داشته باشیم که بشنیم که تک 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 یعنی این تبدیل بشه به یه موسیقی اوکی؟ میدونم خیلی نه نه ما یه نفر دیگه شروع کنیم تو تاری همه رو چیز بگیم دست راست بده یا به دست چپ بده یعنی اونی که انتخاب میکنه هر لحظه باید آماده باشیم که ممکنه که ایشون الان عوض بکنه که ریت رو به شما بده یا به ایشون بده در نتیجه این ریت اینطوری میچرخه گاگای ممکنه برعکس بشه اوکی؟ این حرکت رو عیناً ما باید بتونیم توی گروه بچرخونیم
و بعد کاملش بکنیم یه نفر دیگه کاملش بکنیم یه نفر دیگه تغییر شکلش بده و این خودش تبدیل به یک نوع رقص میشه، یه نوع یک کمپوزیسیون حرکتی میشه. البته میگم الان خیلی مشکل این کار رو انجام دادن به نظر ساده میاد در حال، ولی واقعا عملا غیر ممکنه. خب ببینید، برای اینکه شما بتونید حرکات بدنی یه نفر رو بگیرین، در درجه اول ما همونطوری که چیز میگه یه کتاب داره بروک به اسم لسپنس وید. این لسپنس وید برای این است که شما فضا رو خالی بکنید که بتونید کلسیون دوش بکنید. برای اینکه این کلسیون رو شما توی بدنتون هم بکنید، اگه شما اینطوری هستین اصلا امکان نداره. موقعی که شما کاملا وید هست، کاملا ریلکس هستین، کاملا افتاده هست بدنتون، این امکان هست که هر حرکتی رو که بهتون میدن شما بلافاصله بگیرید و این رو برگرد. و این اگزکتیتود، این به اصطلاح این اون حرکت رو انجام دادن خیلی مهمه که این چش شروع میکنه کم کم رفقا رو دیدن، یاران رو دیدن و اون رو بلافاصله گرفتن. یه جور دیگه عمل کنید. ببینید تمام اینا یه شباهت های عجیب غریبی به هم دیگه دارن، تمام این تمرین ها دائم هی تأکید داره میشه که اون کار گروهی باید انجام بشه، فرد کم کم یادش بره که فرده و این فردیت اصلا بلکن چیز بگه این جبه خودنمایی و آرتیست بودن و من آرتیستم و زیرین بود و کنم همه مزمهل میشه کم کم. اوکی؟ میخوایم یک سیستم، یک کار گروهی بکنیم، با هم دیگه بنویسیم. متأ هر کسی فقط میتونه یک کلمه بگه و با این یک کلمه، یک کلمه ایشون میگه و ما جمله ای رو که کلمه ای که اضافه میکنیم باید با توجه به اون چی که گفته شده باشه و کم کم شروع بکنه معنا پیدا کردن. از جمله تموم میشه؟ جمله طبیعیه که یه جا تموم میشه، مثل هر کتاب هر جمله تموم میشه، جمله دیگه شروع میشه، اونتا جمله دوم که شروع میشه باید دو مرتبه در ارتباط با جمله اوله میشه. آره دیگه، مثل این که من رفتم بازار و مرور کردم، آمدم اونه درست کردم، اونه درست کردم، اونه تو خوردیم، با رفتیم، اون خیلی حال کردیم، اونا یه حال. اوکی؟ کی شروع کنی سریع؟ مثلا شما شروع. جهت هم عوض میکنیم یا همه تو در جهت خودشون؟ در یه جهت فیلن بعد شروع کنیم، مثلا نه مثلا باید کنیم دیروز امشب فردا من
حسن، حسین، هر کلامی که دلتون میخواد، زیبایی، نمیدونم، هر چیزی که دلتون میخواد دیگه. ببینید شما الان در حال اجرای یه برنامه هستیم، بعد ببین باید بشنوم سال پرنشید. آله پرنشید. پرنشید. خانواده. قشنگ. خانواده مثلا خوشبختی بودیم. طبیعیه، طبیعیه که شما جون کار نمی‌کنید با هم دیگه، مثل هم با هم دیگه حرف زدنه. اگه برای شما الان که داریم با هم حرف می‌زنیم یه چیز نداشته باشه، یه ارتباط نداشته باشه، نامرتون میشه. من که ارتباط جمعی رو روشن بکنم که چقدر مشکل همون بازی جمعه سازی سامه رو دیگه همه فرقه رو آه، یه کلمه رو باید تکرار کنن. آره نه، درسته حرف فرشته، یه کلمه گفته میشه، مثلا شما میگین من دیروز به بازار رفتم، به خانه آمدم، یعنی یه معنا داره این، یه داستان دارین تعریف میکنین در واقع. اوکی؟ خب شما شروع میکنین. ببخشش ببخشش هم ولی این طور فکر کنم که اگه ادامه جمله کلمه ای که اون میگه اونم باید تکرار کنه. نه نه نه، یه کلمه اضافه میکنیم ما، فقط ببینید کلمات ما اضافه میکنیم، الان متوجه حرفشون شدن، ولی جمله طوری ساخته میشه که ما در واقع جمله کامل رو میشنویم. مشکل سر همین، نمیدونم مفهوم چی حرفا میادم، اینقدر روون میشی که تبدیل به جمله میشه. مثل این میمونه که مثلا در یک زمانی من و آقای پرویز و پژوهش حسینی نمایش رو بازی میکردیم به اسم کالیمورا. آرمی میخواستش که قضیه اسکیزوفرنی کالیگولا رو عینیت رو بنویسن، در نتیجه دو نفر رو خودش کالیگولا بازی کردن، یعنی هم من تکس کالیگولا رو میگفتم هم اون. طبیعی بود که دوتامون با همدیگه دائم نمیتونستیم حرف بزنیم، ولی دائم مواظب همدیگه بودیم که این جملات چطوری رد و بدل میشه که اون جمله‌ای که گفته میشه تماشاچی که میشنوه اون جمله بی‌معنا نباشه، یه ریتم داشته باشه، یه نقطه پایان داشته باشه، یه اوج داشته باشه، اکسانتو بشه، نمیدونم زیرش خط کشیده بشه، به اتسترا اتسترا. اوکی؟ زیاد حرف داره. بهار. زیبا. نه بهار زیبا نه بهار زیبا یه دلشی بله بهار زیبا شیرت بازش خواهد آمد. خزر نشین، خورزم، 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 نور درخشی اما من بیدم داره هنوز نبودم هنوز نبودم چرا که؟ من بیدم داره هنوز نبودم من بیدم داره ولی یک خوب چشمانم در امتداد خطی را کشید و با خود
زمزمه کرد. ای کاش آدم تر. آدم تر بیزید. آره کمش که اون کاش آدم تر بودش. من یه نمایشی نواخر اجرا کردم به اسم افسانه بعد. قسمتی از متن رو آوردم، برای خودم هم جالب بود، فکر میکنم که خیلی اینجا ندیدن. شما هم ندیدن نه؟ شما دیدین؟ تو اینترنت دیدن؟ تکایه خب حالا برام یعنی در واقع شما متن رو نمیشناسید. من کسی میخواد این متن رو بخونه؟ بخونیم و چی بشه بعد؟ اجرا کنیم. اجرا کنیم. من زبان فارسی میگم نیست. به تو ترکی بخونم. خط اول. یه سری هر کسی یک صفحه شو شد. یک صفحه شو بخونیم. بلند کن. بعد از ورود تماشاچی و تاریکی سالن اون رو حذف کنید از خانم ها خانم ها آقایان به نمایش تجربی ما خوش آمدید. قسمت اول نمایش گفتاری سراسر مثبت و امیدوار کننده، آن هم در زمانی که انحطاط بدبینی خوراک هر روزه ماست. متن نمایش پر از ایما و اشاره است. اولین باری که من این متن را ارائه نمودم کاری بود تجربی. اجرای اون شب رو خوب به خاطر دارم. تماشاچیان با دقت و درستی کارم را دنبال می کردن و من لحظاتی را که نمایش افت داشت یا به بیراه می رفت و یا قسمتهایی را که باید کوتاه و اصلاح می شد دریافتم. این چنین بود که این افسانه جمع و جور و فشرده شد. در شروع یک ساعت بیشتر طول نمی کشید ولی به مرور زمان در اثر ساییدن، پیراستن، حذف کردن و فشردن نمایش به یک ساعت طول رسید. شوخی نمی کنم. فشردن در تئاتر به هیچ وجه به معنی کوتاه کردن نیست. من روایتی از این افسانه رو برای اولین بار 8 سال پیش در شانگهای در 80 کیلومتری این شهر بزرگ شنیدم. زمانی بود که از این دست افسانه ها در چین زیاد نمایش شد. از تئاتر رسمی و دولتی که بگذریم، پر جنب و جوش ترین و زنده ترین تئاتری که از چشم جهانگردان یکی دو روزه به دور میماند تئاتر مردمی اونجاست. تئاتری در حاشیه، پر از نقش و نگار، کارگاهی از لوگگی و مضحکه. فکر نمی کنم که دیگه این روزها این افسانه رو اونطور که من شاهدش بودم بازی کنم. مقابل هزاران هزار آحاد انسانی، از زن و مرد و بچه، در مزارع نزدیک شانگهای. نقال یا قصه‌گوی یک دهقان چینی بود، طبیعتاً از حومه شانگهای. روایتی رو که نقل می‌کرد، بی هیچ تردید افسانه یک قبر بود. برای اینکه اینقدر آهو 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 یه ببره زبان باب رو جوده دیگه نمیتونستم بنویسم. میشه او آبه آرش بگه آرش باب شده آرش باب شده بدونه آرش لطفا بقیه مطلوب آرش تو فقط ببره باش. واو آب پنی بارو واوه واو 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 نره کشی رو چنگ و دمیون نشون داد و داد که نگو و نبرس. از بقیه افسانه هم هیچی نفهمیدم. برای همین از مترجم چینیمون خواستم افسانه رو برام نقل کنه. مترجم ما هم که از پکن اومده بود گفتش که متاسفانه یک کلمه از حرفهای او رو نفهمیده. برای اینکه نقال یا قصه‌گو به لهجه اطراف شانگهای حرف میزنه، لهجه متعلق به اقلیتی از اون ناحیه، اقلیتی در حدود 80 میلیون نفر. آخه در چین 100 میلیون نفر کمتر اقلیت محسوب میشه. حالا شما خودتون حسابشو بکنید.
کمتر اقلیت محسوب و کمتر اقلیت محسوب کمتر اقلیت محسوب کاما اقلیت محسوب میشه کمتر اقلیت محسوب میشه حالا شما حالا شما کنید مثلاشو بکنید چه برو چه برو بیای اونجا یک میلیارد نفر یا کمی بیشتر به زبان رسمی چینی تکرار میکنم باری مترجم بکنی ما رفت دنبال یک مترجم محلی که بهش در ترجمه کمک کنه چند دقیقه بعد بابایی رو پیدا کرد که هم زبان محلی اونجا رو بلد بود و هم زبان پکنی رو این مترجم تازه هم برای اولین بار بود که یک چنین نمایشی رو میدید اون هم برای اولین بار بود که همچین نمایشی میدید برای همین اول گوش میکرد بعد میخندید بعد هم برای مترجم ما ترجمه میکرد که اونم به نوبه خودش میخندید بعد هم برای من ترجمه میکرد که من هم به نوبه خودم میخندیدم بی خودیه که بهتون بگم چقدر تماشاچی‌ها بهمون چشم‌بره رفتن چپ چپ نگاه کردن صدای هیس و هیسشون بلند شده بود به این ترتیب بود که ما توانستیم برگردان نسخه کامل تردست چینی رو یاد بگیریم باری صوت آهنگی که این روستایی بازیگر از زبان ولایتی خیش در می‌آورد نحوه بیان و تلفظ او سخت منو تحت تاثیر قرار داده بود این با اون چه که تا به امروز از تنین و آهنگ زبان رایج چینی شنیده بودم متفاوت بود صداها بسیار وسیع‌تر، خشن و زیادتر با فروت‌هایی روی یک سلسله صداهای حلقوی گرفته و بم که منو به یاد نمایش‌های هجایی انتقادی روستاییان درپو و یا نقالی‌هایی به لهجه اهالی کوهستان دره لومبار میانداخت لومبار میدی به یه نفر دیگه لطفاً روی هم رفته چیزی بود که به گوشم ناشنا نبود وقتی که این تردست ماهر به این سر و صداها حرکات دست و بازو و حرکت‌های بدنی خویش رو گاهی هماهنگ با جیب و داد و فریاد و گاه ضد آن اضافه نمود و گاه کلام پرشتاب و گاه آرام می‌نمود و سکوت خلاصه میمونال بازی که به من هشدار داد که با تئاتری بزرگ روبرو هستم تئاتری که یک فرد نقش اول اون رو به عهده داره ماده ببری پرهیبت و پرقدرت که هم بازیهاش بچه ببری کوچولو و سربازی ساده‌اند قصه پرقصه یک سربازه و هنوز که به عنوان اول شخص نقالی میکنه او از خودش و از زندگی سربازیش میگه که از سرحدات منشوری میاد تا در راهپیمایی بزرگ چین شرکت کنه راهپیمایی بزرگی که با جمعیتی نزدیک به 600 هزار نفر شروع شد و بعد هم اینقدر از تعدادشون کم شد که رسیدن به 100 هزار نفر بعد هم اینقدر تعدادشون زیاد شد که انحراف کردن اجازه بدین که ما تمام متن رو نخونیم فقط نیت همین بود که این متن که آوردم که یک دور ببینید که تو دهن کسانی که خب البته با متن آشنایی ندارن کار نشده رو متن و در نتیجه اون چیز رو نداره اون برد رو از نظر روانی نداره ولی خود این متن که شما میبینید یه متن تارچیه که داریوفو نوشته البته خب من ایرانیزش کردم خود من دست بردم توش ولی خود این متن اگر که بخواد به گوش دل تماشاچی بشینه شما باید تمهید نوع دیگه بچینیم که این تمهید رو من الان در 3-4 دقیقه 6-7 دقیقه همون کاری رو که سعی میکنم روی صحنه میکنم معمولا این رو اینجا انجام بدم اگر کسانی دیدن نمایش رو اصخاهم ولی برای اینجا هم جای نمایش نیست ولی سعی میکنم که بهتون بگم که چطوری ما یک کار صدایی میکنیم چطوری یک کاری میکنیم که یه متنی که کلمات هست سعی میکنیم همونطور که بروک میگه اون صوت آواش رو در بیاریم و اون رو به گوش دل تماشاچی بشه از همه شما ممنونم و خانم ها آقایان
به نمایش تجربی ما خوش آمد. متن نمایش گفتاری است. قسمت اول نمایش گفتاری است سراسر مثبت و امیدوار کننده، آن هم در زمانه ای که انحطاط و بدبینی خوراک امروزه ماست. متن نمایش پر از ایما و اشاره است. اولین باری که من این متن را ارائه نمودم کاری بود تجربی. اجرای اون شب رو خوب به خاطر دارم. تماشاچیان با دقت و درستی کارم را دنبال می‌کردن و من لحظاتی را که نمایش گفت را یا به ایراهه می‌دم یا قسمت‌هایی را که باید کوتاه و اصلاح می‌شد دریافتم. این چنین بود که این افسانه جمع و جور و فشرده شد. در شروع یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشید، ولی به مرور زمان در اثر ساییدن، پیراستن، حذف کردن و فشردن نمایش به یک ساعت و نیم رسید. شوخی میکنم، فشردن در تئاتر به هیچ وجه به معنای کوتاه کردن نیست. من روایتی از این افسانه رو برای اولین بار 8 سال پیش در شانگهای در 80 کیلومتری این شهر بزرگ شدم. زمانی بود که از این دست افسانه ها در چین زیاد دارم. از تئاتر رسمی و دولتی که بگذاریم پر جنب و جوشترین و زنده ترین تئاتری که از چشم جهانگردان یکی دو روزه به دور میماند تئاتر مردمی اونجا. تئاتری پر از پاشه، پر از نقش و نگاه، کارگاهی از لودگی و مزدگی. فکر نمی کنم که دیگه این روزها این نمایش رو اونطور که من شاهدش بودم بازی کنم. مقابل هزاران هزار آحاد انسانی از زن و مرد و بچه در مزارع نزدیک شانگهای. نقال یا قصه‌گوی دهقان چینی بود، طبیعتاً از خونه شانگهای. روایت اینه که نقل می‌کرد بی هیچ تردید افسانه یک قبل، برای اینکه اینقدر نعره کشید و چنگ و دندون نشون داد که نگونه بس. از بقیه افسانه هم هیچی نفهمید. برای همین از مترجم چینی خواستم که افسانه رو برام نقل کنه. مترجم ما هم که از فکر اومده بود گفتش که متأسفانه یک کلمه از حرفای یارو رو نفهمیده، برای اینکه نقاد یا قصه‌گو به لهجه اطراف شانگهای حرف می‌زد. لهجه متعلق به اقلیتی از اونها، اقلیتی در حدود 80 میلیون. آخه در چین 100 میلیون نفر کمتر اقلیت محسوب میشه. حالا شما خودتون حسابشو بکنید چه بروبیایی اونجا. 1 میلیارد نفر یا کمی بیشتر به زبان رسمی چینی تکلم. باری مترجمه بکنی ما رفت دنبال مترجمه محلی که بهش در ترجمه کمک کنه. چند دقیقه بعد آقایی رو پیدا کرد که هم زبان محلی اونجا رو بلد بود و هم زبان بکنی. این مترجمه تازه هم برای اولین بار بود که چنین نمایشی، برای همین اول گوش میگرد و از میکرده. بعدم برای مدرجه ما درجه میکرد که اونم به نوبه خودش میکرد. بعدم مدرجه ما برای من درجه میکرد که منم به نوبه خودم بی خودیه که بهتون بگم چقدر تماشاچی ها چشکوله رفتن، چپ چپ نگاه کردن، صدای هیس و هیسشون بلند شد. به این ترتیب بود که ما توانستیم برگردان نسخه کامل تردست چینی رو یاد بگیریم. اون صوت و آهنگی که این روستای بازیگر از زبان ولایتی خیش در میآورد، نحوه تعبد و بیان او، صوت و آهنگی که این روستایی بازیگر که از زبان ولایتی خیش در میآورد، نحوه بیان و تلفظ او من صرف تحت تأثیر قرار داده بود. این با اون چه که تا به امروز از زمان رایج چینی شنیده بودم متفاوت بود. صداها بسیار وسیع‌تر، خشن و زمخت‌تر،
با فرودها بیروی یک سلسله سلاحاق حرمنی خوبم که مربیان نمایش های حجای انتباهی روستانیان در این بود و یا نقالی هایی به لحجه احالی کوهستان دره دنبال میانداد روی هم رفته چیزی بود که به گوشم ناآشنا وقتی که این تردست ماهر به این سر و صداها حرکات دست و بازو و حرکتهای بدنی خیش رو گاهی هماهنگ با جیغ و داد و فریاد و گاه ضد آن اضافه بود و گاه کلام پرشتاب و گاه آرام می نمود و سکوت خلاصه نیم و لاربازی که به من هشدار داد که با تئاتری بزرگ روبرو هستم تئاتری که یک بر نقش اول اون رو گفته داره ماده ببری پر هیبت و پر قدرت که همبازی هایش بچه ببری کوچولو و سربازی سالم قصه پر حسه یک سربازی و هموست که به عنوان اول شخص نقالی میکنه و از خودش و از زندگی سربازیش میگه که از سرحدات منچوری اومده تا در راه پیمایی بزرگ چین شرکت کنه راه پیمایی بزرگی که با جمعیتی نزدیک که به 600 هزار نفر شروع شد و بعد هم اینقدر تعدادشون کم شد که رسیدن به 100 هزار نفر بعد هم اینقدر تعدادشون زیاد شد که انقلاب کردن که رسیدن به چیزی در حدود 1 خب، بدونیم که نیروهای نظامی که از اون صحبت میکنیم از قشون چهارم هشتم و چند واحد از نیروهای نظامی هشتم ارتش چین اونا هزاران هزار افرادی بودن که از شمال چین به طرف کانتون سرازیر شدن هزاران کیلومتر راه رو طی کردن تا به سرحدات کانتون رسیدن و از اونجا گذشته و قبل از رسیدن به شانگهای میانبر به طرف غرب رفت و تمام چین رو به دور افقی طی کردن و به طرف سلسله جبال هیمالیا راه افتادند در نتیجه اونها میبایستی سرازیری های این سلسله جبار رو برای رسیدن به دریای سبز این بادراه معروف برنابر که به موازات مغولستانه تیم کنند و از اونجا دوباره دست در دست یک دیگر با سازماندهی جدید به طرف شمال راه بفتند جایی که قرار بود به هم بپیوندند و انقلاب بزرگ رو راه بیندازند حالا چرا اینقدر چمان در پیچه و بالا پایین رفتن؟ والا من نمیدونم کار چی میاد ولی در هر صورت حق با اونا بود چون اینجوری انقلاب کرد اما سرباز بیچاره ما به دریای سبز نمیرسه او درست موقع عبور از هیمالیا توسط سربازان چانکالچک تیر میخوره گلوله او را به طور فجیع زخمی کرده جراحت شرک کرده و بوم گرفته و سرباز بیچاره ما در حال مرگه او درد داره و در رنج و عذابه رفقا و برادران میدونن که او بیش از چند روزی زنده نمیمونه یکی از همین رفقا و برادران از روی ترحم هفتیر میکشه و تصمیم میگیره کار اونا تموم بکنه اونا بکشه و از این همه رنج و درد و تعب آزادش کنه برادر تو بی خودی داری زهج میکشی رفتنی هستی یه گلوله خلاص بشی اما سرباز ما مقاومت میکنه اون فریاد میزنه من میخوام مقاومت کنم و این اولین نشانه و مظهر با معنای نمایشه مقاومت حتی در برابر من او اصرار میکنه رفقا تنهاش بزن
بهش دفتیر یه پتو و مقداری برنج بده. او تنها میمونه و به خواب. اما از اونجایی که یه مصیبت به تنهایی این سراغ آدم نمیاد، قرش توفان خوفناکی و ندخواب میدار میکنه، غربین آسمون سوراخ میشه، آفشاری سنگین بر سر جسرادین رو شدی فرام در زیر پاش جاری، به قیمت تلاشی وافر به بالا بلندی کوه جا میگیره، سینه خیز خودش رو به پشته بلندی میرسه، از سیلابی پرجوش و خروش رد میشه، اون طرف رودخونه بر سینه صخره کوه دهانه غاری عظیم رو میبینه، و وقتی که خودش رو در غرب امن و امان میبینه، از قضای روزگار ببر و لغات کنه، ماده ببری پر هیبت و پر قدرت با بچه کوچولوش. ببر در چین مظهر و نشانه است و معنای دقیق، میگن یه زن، یه مرد یا ملتی ببر دارن که در مقابل کوه مشکلات از زیر بار مسئولیت شال خالی نکنند، خشتکشون رو زرد نکنند، دمشون رو گولشون نگذارند و در نروند، گود و خالی ننمایند، زیر سبیلی در نکنند، خودشان را سکه یک پول نمایند و همانند روشن فکران خودمان منکر ارزش‌های خودشان نشوند. در یک چنین موقعیت های اونایی که برد دارن ثابت قدم و استوار سر جاشون میستند و مقاومت میکنند. دهقانان شانگهای به این معنا اضافه میکنند که اونایی که مقاومت میکنند بایستی اخگر افروخته رو در گودی کف دستشون محافظت کنند. دانایی که ترس ورشون داشته و فرار رو بر قرار ترجیح دادن، روزی که دوباره همتش رو پیدا کردن و برگشتن، بتونن اونایی که مشعل مبارزه رو روشن نگه داشتن جنازه‌ای بکنن و دوباره دست در دست یکدیگر با سازماندهی جدید مبارزه کنند. بعد یه معنا و مفهوم دیگه هم داره، شاید مهمتره. داشتن بعد یعنی کار خود رو به دست دیگری ندادن، حتی اگر این فرد رهبر عظیم و شأن محبوب باشه، یا کسی باشه که قابلیت‌های خودش رو به منصه ظهور رسونده، یا صادق‌ترین و مطمئن‌ترین دبیر حزب باشه. نه، هرگز. کسی که برق داره خودش رو موظف می‌بینه که داخل بود باشه، در کارها شرکت داشته باشه، بازبینی و وارسی بکنه، حی و حاضر مسئولیت رو تا به انتها قبول بکنه، نه برای اینکه به دیگران اعتماد نداره، نه، بلکه برای پرهیز از ایمان و اعتقاد و سرسپردگی احمقانه ای که خطرناکترین و مخربترین سرطان مبارزه طبقاتی و دشمن تعقل و انقلابه. تکبیر هم لازم نیست. این بود معنا و مفهوم بحر. حالا افسانه رو به زمان چینی براتون نقل میکنم. چون به اعتقاد من این زبان چینی اینقدر آسان و قابل فهمه، به عنوان نمونه کنچوندانگ در این زبان اینقدر تقلید صوتی فراونده و اینقدر قصه پر از موقعیت های جور با جوره که امکان بیان معنا رو با حرکت و علاق ممکن می‌سازه. فقط کافیه که نحوه بیان و عبارت رو با کمی بزک بزک زبانهای محلی خودمون تزیین و آرایش کرد. مثلا با زبان
گیلکی خودمون هیچ گونه ترس و وامی نداشته باشید، خواهید دید که بی تأمل و با کمال حیرت و شگفتی تمام مفاهیم رو دریافت خواهید کرد. شما تصور میکنید که این زبان دهقانان بابل و رشت و منجیل و کلات و دوربره، اما نه، این زبان محلی دشت های چینه. اقتدار و قدرت اتحاد شروع میکنه و اینجا من میرم تو قالب سربازه و بقیه داستان. متشکرم.